در یک صحبت کوتاه میخوام درباره وظایف فوری و شعار محوری کنونی جنبش انقلابی بگم. فوری ترین وظیفه و فوری ترین شعار. در این رابطه میخوام به چند سوال جواب بدم. سوال اول اینه که جنبش انقلابی تو ایران همینطور به پیش میره و هر روز و هر زمان با مسائل جدیدی روبروه که باید بهش جواب داده بشه. در حال حاضر و در آغاز چهارمین ماه جنبش ما با چه موضوع و مسئله و یا اولویت و فوریت جدیدی روبرو هستیم؟ در یک کلام باید بگم وظایف فوری و شعار محوری کنونی جنبش آزادی اسرای در بنده. تشخیص مراحل و پیچیدگی های یک جنبش اعتراضی اجتماعی برای انقلابیون حیاتیه. هیچ جنبشی جاده سر راست نیست، پیچ و خما و سربالایی و سرپایینی و افت و خیزایی داره. اصل اساسی جنبش انقلابی کنونی ایران سرنگونیه. این هدف و چشماندازیه که خیزش های از 78 تا به امروز تعقیب کرده و این نقابل انکار و نه گم میشه و نه فراموش میشه. اما قیام و انقلاب و جنبش انقلابی جاری برای سرنگونی تنها با شعار سرنگونی پیروز نمیشه. پیروزی با سیاست ها و تاکتیک های متنوع و تغییر تاکتیک ها در شرایط گوناگون و توازن قوای معین حاصل میشه. این خصلت همه جنبش های اجتماعی، سیاسی، دموکراتیک، برای رفاه، آزادی و رهایی. جنبش انقلابی جاری تا کنون تاکتیک های اعتراض خیابانی، دانشگاهی، محلی، اعتصابات عمومی، اعتصابات کارگری، شعارهای شبانه، پخش تراکت و شعارنویسی بر دیوارها، صدور بیانیه های گروه های اجتماعی و غیره رو همه اینا رو تجربه کرده. تنوع تاکتیک ها، هماهنگی اعتراضات و همبستگی های سراسری کم نظیر از ویژگی ها و نقاط قدرت این جنبشه. این به طور کلی. ولی نباید فراموش کنیم که ما در یک جنگ پیروزی در هر نبرد مهمه. یه پیروزی نهایی داریم که سرنگونیه. منتها در مسیر این جنگ ما مراحلی داریم و نبردهای معینی داریم که باید توش پیروز بشیم. تشخیص این میدونا و عرصه‌های نبرد برای جنبش انقلابی خیلی مهم و حیاتیه. در شرایط فعلی و بعد از 3 ماه مبارزه همه جانبه دشمن، حدود 20,000 نفر از معترضین جوان و زن و مرد و نوجوان و دختر و پسر رو بازداشت و بهتر بگم به اسارت گرفته. و این بازداشت ها ادامه داره. جمهوری اسلامی با اعدام 2 تن از اسرای ما میخواد با صدور احکام اعدام بیشتر و زندانهای طویل مدت برای زندانیان جامعه رو مرعوب کنه و جنبش انقلابی رو به عقب بنشونه. در اینکه مردم دیگه از نظام تبهکار اسلامی ترسی ندارن شکی نیست. جنبش انقلابی و جامعه 10 میلیونی کارگر و زحمتکش و گرسنگان به اعدام فرزندان خود رو تحمل نمی کنن. و حاضر نیستن اونها با احکام دل بخواهی دستگاه اطلاعاتی و قضایی تو زندان بمونن. ولی شجاعت و اراده انسان شرط لازمه اما کافی نیست. اگه این واقعیت رو بپذیریم و به رسمیت بشناسیم، امروز و در توی این مرحله از جنبش انقلابی یه وظیفه فوری به دستور اومده و اون ممانعت از احکام اعدام حتی برای یه نفر دیگه و مبارزه برای آزادی کلیه بازداشت شده است. شعار آزادی همه زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اخیر امروز شعار محوری جنبش انقلابیه. نبردیه که باید توش پیروز شد. مبارزه سراسری برای لغو احکام اعدام و آزادی بازداشت شده ها به معنی عقب نشینی از شعار سرنگونی نظام نیست. برعکس، جزئی از جنبش به یکی از عرصه های نبردشه. اگر جنبش انقلابی با قیام و انقلاب فاصله کوتاه چند هفتگی داشت، خب شکستن درب زندان ها یکی از وظایف قیامه. امروز این چشمانداز کوتاه مدت و سریع وجود نداره. ما هنوز در آغاز راهی هستیم که تا پایان اون اتفاقات خیلی زیادی باید میفته، مثل سازمانیابی و تأمین سازمان و رهبری سراسری جنبش، به خصوص ابراز وجود طبقه کارگر متحد و متشکل تو مراکز کلیدی کار در رأس جنبش، در رأس و رهبری جنبش. اینا نقطه عطفای تاریخی این که کار رژیم رو یک سره می کنن. اما تا اون وقت امروز اولویت فوری جنبش آزاد کردن اسرای در بندشه. اگه بخوایم خیابان زیر پای توده های محروم به لرزه در بیاد، باید فرزندان
زندانی رو از زیر تیغ اعدام و شکنجه و تحقیر و توهین و احکام زندان طویل مدت آزاد کنیم و نجات بدیم. تو این نبرد باید پیروز شیم. این اتفاقیه که باید بیفته، اتفاقی که باعث تضعیف روحیه دشمن میشه و باعث ارتقای روحیه و اعتماد به نفس تودهی مردم. امروز شعار محوری خیابان، دانشگاه، محله، اعتصابات کارگری و عمومی آزادی بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگانه. شعارهای خیابان و شبانه و شعار نویسی بر دیوارها و هر گونه اعتراض دیگه هم باید بر این شعار محوری متمرکز بشه. سوال بعدی اینه که خب اگه بپذیریم که باید بپذیریم به نظر من شعار محوری و وظیفه فوری آزادی بازداشت شده ها و جلوگیری از متوقف کردن احکام جنایتکارانه اعدامه، خب راهش چیه؟ مکانیزم و ملزومات جوابگویی به این اولویت و فوریت چیه؟ ببین، نبرد برای آزادی بازداشت شده ها و لغو احکام جنایتکارانه اعدام روش ها و شیوه های گوناگونی داره. منتها نظر من مؤثرتر و مهمتر اینه که فعالین کارگری و دانشجویی، فعالین زنان و فرهنگیان و بازنشستگان و شخصیت های آزادی خواه و انسان دوست، تو روشنفکرا، وکلا، پزشکان، کادر درمان، استادان دانشگاه، در گوش و زوایای جامعه، اینا، این فعالین، این شخصیت ها، این انسان دوست ها، آستین بالا بزنن و نهادی سراسری با هدف آزادی همه بازداشت شده ها و زندانیان سیاسی دیگر تشکیل بدن. این یک نهاد سراسری با هر نامی مثل کمیته، انجمن، شورا، کانون، هرچی که اساسا هدفش آزادی بازداشت شدگان در واقع. خواست فوری به ویژه این جمع سراسری سرنگونی نیست. سرنگونی مطالبه نیست. بلکه خواست این جمع که تشکیل بشه مطالبات معین آزادی بازداشت شده ها و توقف احکام جنایتکارانه اعدامه. تشکیل چنین نهاد سراسری، علنی، جمعی میتونه مطالبات معین رو اعلام بکنه و حول اون نیرو بسیج کنه تو همه بخشای کارگری، دانشجویی، محلات، به ویژه تو خانواده های بازداشت شده ها برای تحققش تلاش و مبارزه بکنه. مثل این مطالبات: یک، مثلا همه بازداشت شدگان جنبش و زندانیان سیاسی آزاد بشن. دو، محاکمه و احکام اعدام لغو بشن. سه، نیروهای نظامی و سرکوب از خیابونا برچیده بشن. چهار، آزادی بیان و اعتراض به رسمیت شناخته بشه. پنج، برابری زن و مرد به رسمیت شناخته بشه. اینا میتونه مطالبات گروه یا جمعی باشه که دست به دست هم بدن، همدیگر رو پیدا کنن، دست به دست هم بدن و اعلام بکنن که ما جنبش نمایندگی میکنیم. شعار ما سرنگونی نیست، ما مطالبه داریم. این مطالبات پیش شرط ماست برای هر حرکتی به هر کاری. منتها از اونجایی که جنبش انقلابی برای سرنگونیه، شاید قبول و هضم این تاکتیک و مطالبه‌گری از نظامی تبهکار از طرف معترضین و انقلابیون خیابون آسون نباشه و تصور بشه که این عقب نشینی از سرنگونی. یا با رژیمی که برای سرنگونیش به پا خواستیم هیچ مذاکره و مطالبه و گفتگویی نداریم. این تصور نادرستیه به نظر من. این تصور نشان به رسمیت نشناختن توازن قوا و چپروی اثر نابالغیه به نظر من در جنبشی که پیچیدگی‌های خودشو داره. باید شیوه‌های سیاسی گوناگون مورد استفاده قرار بگیرند. جنبش رو نباید یک خط مستقیم دید. خطی دیدن جنبش غیر مسئولانه و نشون اراده گرایی صرف و محدود نگری تفکریه که مرغش یه پا داره و این مضره. جنبش انقلابی نه یک پا، بلکه شیوه ها و تاکتیک های بسیار متنوع داره. روش هایی که ریسک و هزینه بالا هم نداره. برعکس، فشار سنگینیه بر دشمنی که فقط با اسلحه و انواع جنایت کشتار و ترور و اعدام و زندان و شکنجه سراغ معترضی میره. جامعه و جنبش ما امروز یه وظیفه فوری و شعار محوری داره، گفتم، و اون آزادی فوری همه بازداشت شده است. انجام این وظیفه علاوه بر اینکه اشکال و شیوه های تاکنونی اعتراض اینا به جای خودش،
به نوعی از رهبری و پذیرش مسئولیت از جانب شخصیت‌های محبوب تو بخش‌های مختلف جامعه نیاز داره. اتخاذ این روش به معنای تعطیل شدن عرصه‌های کنونی جنبش نیست، بلکه باز کردن در به یه عرصه نبرد فوریه. اینکه شخصیت‌های محبوب یا تعدادی فعالین، آدم‌های شناخته شده تو بخش‌های مختلف، کارگری، غیر کارگری، روشن فکری، هر جا که یک تنه دارن مبارزه میکنن، یک تنه دارن تلاش میکنن، اگه اینا تعدادشون دست به دست هم بدن، احساس مسئولیت بکنن و دست بلند کنن، بگن ما نمایندگی میکنیم این مطالبات مردم رو و طرف حساب دشمن هستیم، طرف حساب رژیم هستیم، این یک گام خیلی بزرگی به نظر من به یه احساس مسئولیت سنگینیه و کمترین بها رو داره به نظر من به نسبت هر حرکتی که تا الان اتفاق افتاده تو خیابون. ببین تو ایران تحت نظام دیکتاتوری که احزاب و تشکل‌های مستقل کارگری و مردمی پایدار ممنوع بوده و امر سازمانیابی در واقع کار سازمانیابی از پایین به این سرعت انجام نمیشه، مثل اینکه طبقه کارگر فورا بره شورا بسازه، خب باید بسازه، اتحادیه درست کنه، خب باید درست کنه، ولی این بالاخره یه زمان معینی میخواد. در نتیجه شکل گیری رهبری از بالا امری ضروری و حیاتی شده از نظر من. در بین طبقه کارگر و دیگه بخش های جامعه فعالین و شخصیت های سرشناس و محبوب کم نیستن، شخصیت هایی که تنه به تنه حاکمیت زدن، حتی یه تنه، تنها فردی حتی، و در همه این سالها مدعی نمایندگی حقوق و آزادی و معیشت مردم بوده و هستند. وظایف امروز این آدمای مهم جامعه، اینا تحلیل و بیانیه دادن یا کامنت نوشتن و محکوم کردن فردی نیست. مهم این فعالین و شخصیت‌ها حتی از کسانی که حتی تو زندانن، از تو زندان بیرون زندان، بعضی خارج کشور نیست، تو ایران منظورمه، تو زندان و بیرون زندان دست در دست هم بذارن و این مسئولیت وظیفه تاریخی رو به عهده بگیرن. ترکیبی از فعالین و شخصیت‌های جنبش کارگری، فرهنگیان، بازنشستگان، پزشکان، پرستاران، وکلا، روشنفکران مترقی که الزاماً در حال حاضر اینهایی که در حال حاضر رهبر میدانی نیستند، ولی پتانسیل اینو دارن، ظرفیت اینو دارن که ابراز وجود کنن به عنوان نمایندگی جنبش و جامعه برای هدف معین، برای مطالبه معین، برای کار معین، و اونم آزادی اسرای در بنده. این کار کوچیکی نیست، یک کار هرکولیه به نظر من، هرچند بهاش کمتر از اعتراضات خیابانیه، ولی کار بزرگیه به نظر من، کاری شبیه اون چی ماندلا کرد، یه جنبش عظیم ضد آپارتاید رو حتی تو زندان به پیروزی رسوند، تو زندان رهبری کرد به پیروزی، تمام عمرش تو زندان بود. سوال بعدی اینه آیا راه و روش و مکانیزمای دیگه‌ای هم میتونه وجود داشته باشه غیر از اینکه من دارم میگم یه رهبری سراسری 10-15 نفره مثلا از شخصیت‌ها، رهبران کارگری، فعالین مدنی، آدمایی که در عرصه‌های مختلف تا الان فعالیت کردن اسمشون هست، حتی بعضن زندان رفتن بیرون اومدن یا الان هم تو زندونن، علاوه بر این راه‌های دیگه وجود داره و من فکر کنم وجود داره هنوز. ما الان داره می‌بینیم که تلاش‌های بخش‌های مختلف جامعه رو جدای از هم دیگه، مثلا برای آزادی بازداشت شده‌ها، اصناف مربوط به خودشون، حتی برای مثال هنرمندان و سینماگران خواهان آزادی هنرمندان زندانی هستند، هنرمندانی که تو داخل و خارج شناخته شده و از حامیان بسیاری برخوردارند. این تلاش به خودی خود ایرادی نداره، ولی در مجموع میتونه به تلاش و مبارزه سراسری برای آزادی بی قید و شرط همه بازداشته ها ضرر برسونه. ما تا به امروز اسامی همه بازداشته ها رو نداریم. هر بازداشت شده، شناخته شده و یا گمنام به عنوان انسان حق برابر و بی‌برگرد آزادی رو داره. هنرمند نیست، سینماگر نیست، آوازخون نیست، رپخون نیست. هیچ کسی اسمش رو نمیدونه، فقط همسایه‌هاش میشناسن، ولی فرقی نمی‌کنه با هر آدم خیلی خیلی مشهوری تو داخل و تو خارج. حق داره به عنوان یه انسان از دفاع برای آزادیش کار بشه. نباید با صنفی کردن هر بخشی برای خودش این حق انسانی رو به فراموشی بسپریم و یا حاشیه بشه. این یه موضوع.
موضوع مهم دیگه در رابطه با وظایف فوری و شعار محوری جنبش، بسیج و سازماندهی خانواده ها و بستگان بازداشت شدگان در همه شهرهای ایرانه. ببینید، تشکیل یه نهاد محلی، نهادهای محلی، هر شهر نهاد خودش، مال خانواده ها، و یه نهاد سراسری از این خانواده ها که حدود 20 هزار تن از فرزندانشون در بازداشتن و با تهدید ترور و اعدام و زندان و شکنجه روبروان، یک نیروی عظیمه. وقتی متحد و متشکل بشن، فشار عظیمی میزنن رو دستگاه جنایتکار قضایی و زندانبانان. کانون های خانواده زندانیان و شبکه های جمعیت اینا جلو زندان ها بخشی از نبردیه برای آزادی اسرا که باید توش پیروز شیم. اینم یه عرصه است. یه جنبه دیگه، من فکر کنم یه وجه دیگه مبارزه برای آزادی خود بازداشت شده است و زندانیان سیاسی. ما تو همه این سالا شاهد مبارزه زندانیان سیاسی از داخل بودیم، به هر شیوهی ممکن، حالا درست یا غلط، اعتصاب قضا خوش در هر چه، ولی مبارزه که اعتراض کردن، صدا داشتن. این لشکر عظیم بازداشت شده ها و زندانی نمیتونن بی صدا باشن تو زندان. مبارزه و اعتراض تو زندان هم عرصه ای از تلاش معترضین و انقلابیون و انسان دوست هست. نمیگم شورش بشه تو زندان یا از اینجور اتفاقات، ولی بالاخره تو زندان هم متشکل شدن، متحد شدن، سازمان درست کردن، رهبر درست کردن، بیانیه دادن، حرف زدن، اعتراض کردن، اعتصاب کردن، هر به هر شکلی این امکان پذیره. به نظر من اشکال و روش این مبارزه رو خود زندانیان میتونن تعیین کنن و حولش متحد متشکل بشن و حتی نمایندگان خودشون رو تو داخل زندان داشته باشن. اینم یه عرصه دیگه و یک راه دیگه هست. سوال آخر و کوتاه اینه که نقش کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها در این زمینه، یعنی سازمان و رهبری جنبش انقلابی چیه؟ چه سراسری، چه عرصه‌ای یا هرچه؟ من نقش کمونیست‌ها رو تو شکل‌گیری نهادهای خانواده بازداشت شده ها، نهاد سراسری هدایت این نبرد رو فرض گرفتم. وقتی میگم اتخاذ تاکتیک های درست و بسیج و سازماندهی نیروهای جنبش دموکراتیک و انقلابی به طور کلی و به عنوان وظیفه فوری و شعار محوری جنبش، یعنی آزادی همه بازداشت شده و متعقب شدن جنایت اعدام و احکام زندان، تأمین و تشکیل یه نهاد سراسری از بالا برای این هدف، این در وهله اول هم خطاب به کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها و آزادی خواهان طبقه کارگر و جامعه است. این اقدام انقلابی قبل از همه دست کمونیست‌ها رو می‌بوسه. ببینید، حرف من در مورد وجود درجه‌ای از رهبران و یا سازماندهندگان میدانی این و اون اعتراض خیابانی و محلی و یا اعتصاب و تجمع نیست. این کاری سخت‌تره. بدون سازمان، بدون رهبری، تعدادی میرن تو خیابون و مبارزه می‌کنن، می‌جنگند. من بحثم، خطاب من به رهبران میدانی نیست که دارن کارشون رو میکنن، تا حالا کردن. حرف من به سر یه واقعیت انکار ناپذیره که کار تعیین خط مشی مبارزه و راه حل ها و تاکتیک های مختلف بر عهده مردم و بدنه جنبش نیست. کار خیابون نیست که خودش همه چی رو تعیین کنه. شعار رو تعیین کنه، سیاست رو تعیین کنه، تاکتیک رو تعیین کنه، روش ها رو بگه، سازمان رو بگه، رهبری رو تعیین بکنه و همه اینا رو. اینا بر عهده رهبران عملی و علنی و فکری بخشای مختلف اجتماعی و به خصوص کمونیست است. پیروزی جنبش جاری با هر اندازه پتانسیل انقلابی بدنش بدون طیف گسترده ای از رهبران و شبکه هاشون اگه غیر ممکن نباشه، خیلی سخت و دردناک و پرهزینه است. این رهبران از آسمون به زمین نمیان یا خود به خودی از زمین سبز نمیشن، بلکه انسانهای متعهد و مسئول و آگاه و آبدیده ترن که تو جامعه ما به وفور وجود دارن. کمونیستای کارگری و جامعه باید نیروی محرکه این اتفاق و عمل اجتماعی باشن، به همراه دیگه فعالین و شخصیتهای آزادیخواه آستین بالا بزنن و در بعد سراسری ابراز وجود بکنن و عرصه‌های مختلف و نبردهای پرپیچ و خم رو هدایت کنن. این عرصه و نبرد امروز و در آغاز چهارمین ماه جنبش انقلابی، سازماندهی و هدایت سراسری تلاش برای آزادی همه بازداشت شده‌ها و جلوگیری از اعدام و تهدید شمشیر کشتار بر بالای سر معترضین آزادیخواه و انسان دوست تو زندان است. فراموش نکنیم در یه جنگ پیروزی در هر نبرد مهمه.
ما تو این نبرد آزادی زندانیان بازداشت شده ها و جلوگیری از اعدام باید پیروز بشیم. هر اندازه پیروزی در هر عرصه نبرد، حتی اگه اعدام رو متوقف کنیم، تنها یک گام بزرگی که جنبش انقلابی به جلو برمی‌داره و زمینه رو آماده میکنه برای اینکه اعتراضات و مبارزات مردم توده‌ای بشه، میلیونی بشه و در نهایت برسیم به روزی که در به زندان‌ها و شکسته بشه و یه جامعه بدون زندان و زندانی رو درست کنیم.